نزدیک به نیمی از مکاتب در هرات تعمیر ندارند. مسئولان در ریاست معارف این ولایت میگویند در کنار همکاری های مردم در ساخت تعمیر، تراکم نفوس و نبود بودجه انکشافی مورد نیاز، نیمی از مکاتب را از داشتن تعمیر محروم ساخته است. در همین حال فعالین مدنی مسئولان معارف را در این زمینه به بیکفایتی متهم می‌کنند، اما شورای ولایتی هرات میگوید نیاز است تا دولت بودجه بیشتری را در معارف تخصیص داد. با این حال مقام های محلی هرات از تلاش ها برای جلب توجه کمک های جهانی به معارف هرات سخن میگویند. همکارم رضا امینی گزارش میدهد. بیش از 400,000 دانش آموز در مکاتب هرات از داشتن تعمیر و تجهیزات درسی محرومند و در فصل گرما و سرما در هوای باز مصروف فراگیری آموزشند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات میگوید دولت بودجه کافی برای ساخت تعمیر در مکاتب ندارد و بودجه انکشافی هم در این زمینه ناچیز است. او میگوید نیمی از دانش آموزان معارف هرات در هوای باز درس میخوانند. کمبود سنوف درسی و تعمیر همچنان چالش بسیار بزرگی است، یعنی با همه تلاشی که صورت میگیره و کاری که مردم همکاری که مردم دارن، باز هم به دلیل تراکم جمعیت و افزایش بسیار زیاد از او متاسفانه حدود نیمی قریب به نیمی از مکاتب ما هنوز تعمیر نداره و این چالش بزرگی است. رئیس معارف هرات میگوید این ریاست با داشتن 19,000 تشکیل باز هم با کمبود نیرو در چوکات معارف دست و پنجه نرم میکنند. از سوی هم شورای ولایتی هرات میگوید با هجوم بیجا شدگان داخلی در این ولایت و کمبود بودجه و پلانهای انکشافی معارف، نیاز است تا دولت ساخت تعمیر در مکاتب را سر لوحه کار خود قرار دهد. در همین حال فعالین مدنی هرات هم مسئولان در معارف هرات را به بیکفایتی متهم می کنند. عدم کفایت بعضی از مسئولین باعث شده که خیلی از تخصیص ها به هرات نیاید، یا به نحوی عدم کفایت یا عدم همون پیگیری و جدیت از اینا باعث سازی شده که هرات از چشم حکومت مرکزی دور بمانه. نظر به اینکه نفوس بالا رفته، ما مهاجرین داخلی را داریم، نیاز به اینه که ما در بحث بودجه و در بحث پلان های انکشافی برای مکاتب ولایت هرات اولویت را مد نظر بگیریم. در همین حال مسئولان محلی هرات هم میپذیرند که حتی در مرکز هرات شماری از مکاتب با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بودجه اختصاص یافته در معارف را اندک میداند و میگوید اداره محلی این ولایت در تلاش است تا با همکاری نهادهای کمک رسان این مشکل را حل نماید. همه ساله ما یک حجم بالای شاگردان جدید الشمول جذب معارف میشند، اما متاسفانه بودجه که اختصاص پیدا میکنه بسیار اندک است. تلاش میکنید، کوشش میکنید از طریق منابع ملی بین المللی سرمایه گذاری بیشتر جذب بشه و ما شاهد از این باشیم که، اما فکر میکنم که ناممکن خواهد بود که ما بتونیم در یک دو سال آینده مشکل کمبود جای برطرف از این، اما به گونه جدی تلاش میکنید تا منابع مورد نیاز در این راستا جذب بشه. بر اساس آمارها در سال جاری 813,000 دانش آموز در هرات مصروف فراگیری آموزش هستند که از این میان 47% آن دخترانند. مسئولان در معارف هرات میگویند 200,000 دختر و پسر در این ولایت از رفتن به مکتب محرومند.